از مقر سازمان ملل همراه ما هست. مریم لطفاً ما رو در جریان جزئیات این نشست قرار میدید. این نشست اضطراری از سوی کشورهای آمریکا، بریتانیا، ژاپن و همچنین آلبانی درخواست داده شده و قرار هست ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک در همین سالن پشت سر من، یعنی سالن شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. این نشست نشست مهمی خواهد بود از این منظر که سخنگوی نماینده بریتانیا که کشورش در این ماه ریاست شورای امنیت رو بر عهده داره اعلام کرده که قرار هست از پیونگ یانگ هم که نماینده‌ای در این جلسه در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک سخنرانی بکنه، موضوعی که در 10 سال گذشته اتفاق نیفتاده و نماینده‌ای از کره شمالی در شورای امنیت و جلساتش سخنرانی نکرده. این جلسه پس از این برگزار میشه که روز چهارشنبه کره شمالی موشک بالستیک دوربرد هیونسان که 18 با سوخت جامد رو آزمایش کرد و به سوی دریای شرقی پرتاب کرد، موضوعی که واکنش‌های زیادی رو در اینجا مقر سازمان ملل از سوی دفتر دبیرکل و سخنگوی او در برداشت و همچنین از سوی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم محکوم شد. این دومین موشک بالستیک دوربردی هست که کره شمالی در چند ماه گذشته آزمایش میکنه. آخرین باری که موشک بالستیک دوربرد خودش رو کره شمالی آزمایش کرد در اواخر ماه اپریل بود و قابل ذکر هست که آزمایش این موشک هایی که کره شمالی انجام میده قطعنامه های شورای امنیت رو رد میکنه، نقض میکنه و همچنین مثل قطعنامه هایی هست که علیه جمهوری اسلامی هم شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده. برای آمریکا اما این جلسه امروز اهمیت ویژه دیگه ای هم داره. 2 روز گذشته کره شمالی محکوم کرد آمریکا رو بر اینکه هواپیماهای جاسوسی خودش رو بر فراز مناطق اقتصادی کره شمالی به پرواز درآورده که این موضوع از سوی آمریکا هیچ وقت تایید نشد و دقیقاً پس از این ادعاها بود که کره شمالی این موشک های دوربرد خودش رو آزمایش کرد. ولی به هر حال امروز روز مهمی در شورای امنیت خواهد بود و ما هم منتظریم و ببینیم که دقیقاً نماینده کره شمالی در این جلسه چه برای گفتن خواهد داشت. مریم، تا اینجا خود کره شمالی آیا واکنشی به این نشست نشون داده؟ موضوع قابل توجه این هست که واکنش کره شمالی این بوده که درخواست داده برای شرکت در این جلسه و قبلا کره شمالی تمایلی نداشت برای شرکت در جلسات شورای امنیت و به همین دلیل هست که امروز همه اعضای شورای امنیت، هر 15 عضو، به شدت علاقمند هستند بر اینکه بحث و گفتگو صورت بگیره بر روی موضوعات موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای کره شمالی و باید منتظر بمونیم تا ببینیم کشورها چی برای گفتن امروز خواهند داشت. ممنون از تو همکارمون مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل با ما بودی.